با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را همراه بفرمایید. درود بر شما آقای دکتر. درود بر شما، بفرمایید. روزتون شاد. من از اروپا تماس میگیرم، توی یکی از کشورهای اسکاندیناوی زندگی میکنم و یه چیزی حدود 23 سالیه که اینجا زندگی میکنم. دکترام اینجا گرفتم، دکترای شیمی فیزیک گرفتم و در واقع با در رابطه با NMR اسپکتروسکوپی و تیکسنجی و از این چیزا کار کردیم. حالا بعد از اتمام تحصیلاتم که سال 2008 بود، در واقع من شروع کردم کار استفاده از هوش مصنوعی، در واقع به اسم ماشین لرنینگ اون موقع شروع کردیم و محاسباتی که انجام بدیم که در از همون مسائل مولکول ها و متابولیت های بدن و الان نهایتاً به پروتئین و ژنتیک و از این حرفا قاطی مسائل به این مرحله رسیدم که از اینا استفاده میکنم. و از اون سال دیگه در واقع جهت کارم رو به سمت تحقیقات مربوط به علوم پزشکی آوردم و اولش هم خب بیشتر بحث مولکولی و این داستان هست. و چیزی که من جذب کرد بحث پیشگویی، قابلیت پیشگویی بیماری ها و اینکه مثلا بشه پیشگیری کرد و تشخیص زودتر داد و تشخیص بر اساس در واقع داده های مولکولی و بر اساس داده های هر بیمار هست، این به این شکل. و بعدا در واقع در رابطه با مسائل روانی هم یه مقدار استفاده کردم و بحث هنوز در واقع یه مراحلی خیلی ابتدایی هستم، ولی بازم چیز جالبی رو دارم تجربه میکنه با این محاسبات و اینجور چیزا. و خب نهایتا الان به اسم AI و هوش مصنوعی به شکل مختلف در جامعه دیگه هم متداول شده و در شرایط مختلف و خیلی اسم آشناست. من توی اروپا که زندگی کردم و دکترام اینجا گرفتم، بعد از دکترام دیگه کار تحقیقاتی دارم انجام میدم، متأسفانه هیچ وقت موفق نشدم بتونم یه کار مثلا دائم تمام وقت و مناسب داشته باشم یا بتونم جذب در واقع دانشگاه اینجا به شکلی که متداول هست و آدم انتظارشو داره بشم. شما دکتراتون رو فرمودید، خب به من چند سالتونه؟ شما میتونه باشه، ولی مشکل اساسی من اینه که نتونستم واقعا جذب سیستم بشم. مشکل شاید ارتباطی دارم، شایدم یعنی بحث ریسیزم هم اینجا خب خیلی پررنگ هست تو کشور اسکاندیناوی. خب اینا هم که دعوتمون نکرده، ما فرار کردیم از مملکتمون و جونمون رو برداشتیم اومدیم اینجا و به هر حال سعی میکنیم بسازیم، سعی میکنیم بالاخره با هوای سرد و تاریک و مردم سرد و با همه چی کنار بیاییم، ولی خب نشد، یعنی موفق نشدم هنوز بعد از این همه سال بتونم جا بیافتم. الانم امروز که به شما زنگ زدم واقعا دیگه شرایط خیلی دسپرات یا حالت خیلی ناراحتی از صبح داشتم، اینو گفتم شاید به هموطنانم صحبت مراجعه کنم، شاید بتونیم مثلا با هم دیگه یه صحبتی بکنیم که من بتونم به یه شکلی به استفاده از دانشم. برای من مهمه این که من در این سالها تمام وقت با اینکه پروژه های کوچیک و کارهای مختلف گرفتم، ولی بحث هوش مصنوعی و بحث این محاسبات رو ول نکردم. تمام وقت آزادم رو در شرایطی که لازم بوده و حتی پروژه های گرفتم تماما سعی کردم که در همین راستا باشه و بتونم در واقع عمیق‌تر بشم. یه حالت اینکه سعی کنم مستری خودم رو تو این یه قضیه رو پیش ببرم و الانم در یه شرایط خوبی هستم از این زاویه ها که یعنی به دانش خودم، به این که ریزالتی که نتایجی که میگیرم و قابل استفاده بودنش اینقدر مطمئن هستم که در واقع یه شرکت زدم خودم برای این محاسبات و این که گفتم خب برای دیگرم محاسبه میکنم و اینا کار تحقیقاتی انجام میدم و من با محاسباتم اینا رو ساپورت میکنم. ولی مسئله اینه که خیلی برای من دردناکه، خیلی اذیت شدم تو این دوران و همش به خاطر این که نمیدونم، حس میکنم حقم نیست که مثلا اینجوری بتونم اینقدر مورد در واقع یه نوع ظلم و یه نوع بایکوت شدن از طرف جامعه علمی اینجا مواجه شدم. چرا فکر میکنید اینجوری اینه؟ ببخشید منو میز که طرف صدامون. اولا شما چند سالتون عزیز؟ کودکی دو تا برادرم اعدام شدن، زندگی بسیار مشکلی داشتم، ولی عاشق ریاضیات بودم، عاشق این بودم که اینجور محاسبات رو در واقع دوست داشتم از بچگی.
و این تیکه باعث شده که من خودم رو در واقع مشکلات جامعه رو، مشکلات دیگران رو، مشکلات فضای اجتماعی اینا رو همه رو در واقع فراموش کنم و به کتاب بنام. حتی تو ایرانم تنها راه فرار که نه، تنها راه نجات من، تنها راهی که من احساس میکردم احساس امنیت و آرامش میکردم این بود که برم تو کتاب. و تمام مدت بحث خوندن و یه حرفا بود و الانم توی این تیپ محاسبات هست که من واقعا تو جامعه اینجا و سختی های اینجا رو سعی میکنم که یه نوعی تحمل کنم و یعنی قابل تحمل شدم که نه، یعنی لذت میبرم از محاسباتم، توش غرق میشم و انگار مثلا یعنی معتادم به این قضیه، یعنی و اگه میخوابم باش میخوابم، بیدار میشم باش بیدار میشم، خوابش رو میبینم، تو خواب مسئله حل میکنم و خیلی برام اصلا لذت میبرم از این قضیه. میتونی نیست که مثلا خاطر همین هم دلم نمیخواد که استفاده نشه و دلم میخواد که واقعا با شما مثلا یه صحبتی بکنم، دلم میخواستم جمع کنم پاشم بیام آمریکا و برای این کارم این سالها خیلی بهش فکر کردم، ولی خب لازم بود اینجا بمونم به خاطر دخترم، یه بچه دارم که احتیاج داشت به حال اینجا باشه. الان خب 18 سالش شده و یه خورده مستقل‌تر شده ولی هنوزم بچه مستقل نیست، ولی میتونم با توجه به شرایطی که براش ایجاد کردم یکی دو سالی میتونه تو این دبیرستانی که براش تنظیم کردم بمونه و بالاخره پدرش هم هست در کنارش تا مثلا من بتونم اونجا شرایط هم یه جور تغییر بدم و آماده سازی کنم که بیاد. خیلی هم داشتم روش کار میکردم تو این فاصله که اون متوجه بشه که لازمه که مثلا بخوام یه مدت ازش دور باشم و بتونم شرایط اومدم اونجا رو براش آماده کنم. ولی از جامعه آمریکا خبر ندارم، از این که از اینجا بکنم بیام اونجا میدونم که مطمئنم که دانش من اونجا به درد میخوره، ولی دلم میخواد به هموطنام تکیه کنم، دلم میخواد از طریق شما یا مثلا نتورک ایرانی رو بتونم پیدا کنم که من در واقع این دانش من هسته واقعا اینهای بیمارستان، یعنی میشه از این استفاده کرد برای بسیاری از بیماری ها و در واقع پیشگیری، یعنی انگار یه دلم میخواد یه سلامت کرده ای درست کنیم بگیم مثلا این سلامت کرده است، شما با استفاده از این دانشتون دیگه نیازی به بیمارستان نداریم مگر اینکه در شرایط بحرانی و شکستگی و اینجور حرفا. نمیدونم شما الان چه برداشت از صحبت های من کردیم ولی دلم میخواد شما نظرتون در این مورد بکنیم. اولا میدونید شما درباره رشته ای صحبت میکنید که من با دقتی که باید ازش آگاه باشم نیستم، یه کلیاتی میدونم که احتمالا به درد نمیخوره. ببینید من حرفای شما رو از 3-4 جنبه میتونم بهش نگاه کنم. یکی زمینه روانی ذهنی شماست، دوم ماجرای این که در یک کشور اروپایی یه آدم ساینتیست، یه آدمی که اهل علم و مطالعه و تحقیق آنگونه که فرمودید، معمولا در محیط ها خب درگیر یک کاری است که استخدام شده یا خودش حاضر اونجا کار بکنه و براش کار هست. اینکه شما چیزای دیگر رو میخواید من نمیدونم، چون تو صحبت شما یکی این بود که مثلا در زمینه اگر من درست فهمیدم تدریس به عنوان کار استادی باشه، خب این دایرهش اولا بسیار محدوده، بعدم معمولا اینا بومی هستن و مسئله زبان و اون تسلط مطرحه، من در مورد شما نمیدونم. دوم درباره این که شما به نظر میرسه با توجه به دانشی که دارید یه ایدئال‌های خلاقیت‌های یه امیدایی در یه زمینه‌هایی دارید که اون باید برید اون گروهی که این کار هستن رو پیدا کنید با اونا همراه بشید و الا هیچ جامعه‌ای از جمله در امریکای جامعه متخصصی یا یه سازمانی یا دسته‌ای یا گروهی از افراد نیستن که اینا تو این مسیری باشن که شما هستید، یعنی همه آمدن یه جایی توی فرض کنید محیطای آموزشی یا بیمارستانها یا محیطای مطالعاتی یا تحقیقی دارن کار میکنن، ولی اینکه شما فرض بفرمایید چون من از حرفتون اینم فهمیدم که باور شما این است که یه دانشی دارید که میتونید رو در جهت پیشگیری و پیشبینی بیماری ها ازش استفاده کنید به جای اینکه بذارید حادثه اتفاق بیفته
و بعدن حالا غالب اوقات هم راه حلی یا موضوع و مسئله که هست رو به این راحتی ها نمیشه پیدا کرد. ولی من نفهمیدم، شما فرض بفرمایید امریکا تش بیارید، اگه دلتون میخواد برید محیط های آموزشی باید شما رو بپذیرن، اگه میخواید برید محیط های تحقیقی باید مطمئن باشید از طریق ارتباطاتی دارید و پرونده و رزومه ای که دارید بفرستید شاید استخدامتون کنن. ولی اگر دنبال یه نوع استفاده از دانشتون هستید، چون چند بار بهش اشاره کردید، خب این کار کار یه حکومت و دولت میتونه باشه یا یه دانشگاه معتبری، ولی این کار مردمان عادی که هر کسی درگیر کار خودشه نمیتونه باشه. یا فرض بفرمایید یه کسی در حد توان شما، آیا در هیچ کدوم از این کشورها با سازمانی داره همین کارها رو میکنه؟ خب برید به اونا ملحق بشید. اگر نیست، شما چرا انتظار دارید که برای شما اونجا سازمان اینچنین پیدا بشه یا در امریکا باشه؟ حقیقتش به شما بگم، من بیشتر مجبورم، جسارت منو ببخشید، هم گمی و گیجی هم خشمتون رو میبینم، ولی نمیدونم از کجا میاد. آقای دکتر، من بحث تدریس که نه منتفی، من خودم اصلا علاقه چندان به تدریس ندارم، بعدش هم توانشو ندارم، یعنی بیشتر خودم. خب کجا میخواید برید؟ یعنی چه جور مؤسسه‌ای میخواید؟ خب چه جور مؤسسه‌ای شما میخواید؟ اگر وجود داره، من تحقیقاتی دارم میکنم، مثلا کاری که محاسباتی که دارم میکنم به درد هر جامعه پزشکی میخوره. منتها بحث پرسیژن مدیسین اگه شنیده باشین، یعنی پزشکی در واقع دقیق، که در واقع انواع مثلا فرض کن بیماری های سرطانی رو با استفاده از این محاسبات در واقع تشخیص میده، یا با استفاده میشه تو داروسازی میشه ازش استفاده کرد که مثلا فرض کن چه دارویی دقیقاً برای این بیمار مناسبه و حتی دوز مناسبه شده. مثلا الان داروها فرض کن، نه متوجه هستم متوجه هستم، یعنی یه دانشی وجود داره که بر مبنای اون میشه تشخیص درست داد، با یه دقتی راه معالجه رو انتخاب کرد، کم و زیاد نباشه و بشه به نتیجه رسید. ولی چه سازمان این کار الان داره اداره میکنه؟ در اروپا یا در تو اروپا اصلا خب همونجور که فرمودین دقیقاً درست متوجه شدم، این بحث دولت هاست، اینا همش بحث اصلا سیاست گذاری آینده جامعه پزشکیه که خب کلی چالش داره، کلی بحث داره، که مثلا حتی خب در نهایت پزشک شاید این مسئله اصلا حذف بشه به یه نوعی یا خیلی کم رنگ بشه، ولی خب این خودش یه شرایطی که پزشکان خدای مثلا بیمارستان ها، خدای انسان ها، خب خیلی سخته که قبولش بکنن، یعنی داستان خیلی سنگینه. من تو در واقع دانشگاهی که اینجا کار میکنم، یه دانشگاه علوم پزشکیه، و خب یکی از دانشگاه خیلی قدیم و سنگین و خیلی یکی از برترین دانشگاه هاست. بعد من خودم مثلا توی نورولوژی کار میکنم، با بیماری های در واقع مربوط به مغز و بحث بیماری آلزایمر هست، که شروعش در واقع من اصلا یه بودجه گرفتم از اتحادیه اروپا برای این محاسبات، با کمک یه نفر دومی که با من درخواست این بودجه رو دادم، ایشون پزشکن. بعد ایشون بعد از یکی دو سال واقعا دیگه نکشیدن، نخواستن ادامه بدن، چون متوجه اصلا یه سری مسائل نمیشد. خب منم اون موقع خیلی کمتر از الان متوجه میشدم، من نمیتونستم قانعش کنم، ولی الان خب خیلی راحت‌تر، چون اون بحث رو به شکل عدد و رقم مطرح کردن فایده‌ای نداره برای یه پزشک، باید بتونی واقعا مفهوم پزشکیشو درست براش مطرح کنی. من اون موقع خب هنوز تازه اومده بودم تو این دانشگاه پزشکی کار بکنم و از این حرفا، خیلی دانششو نداشتم. منتها مسئله اینه که خب ایشون کشیدن کنار و من موندم توی فضایی که فضای جدیدی که وارد شده بودم و واقعا هیچ ساپورتی نداشتم. وقتی توی یه رسیچه یه محقق مثلا اولیه هستی و میای وارد محیط دانشگاهی میشی، محیط کاری میشی، حتما نیاز به یه ساپورت یه در واقع سینیور ساینتیست داری. اون آدم خیلی برات مهمه، اون آدم خیلی جاها ساپورت. حالا متوجه هم، ولی هم من هم شنوندگان، آخه این جزئیات رو که یا برای اون مهم نیست یا کمکمون نمیکنه. ببینید عزیز، شما در چارچوب ساختاری که وجود داره میتونید بهت کار بکنید، اینکه نیست این نیست که نیست، یعنی اونچه که شما بیان میفرمایی خب وجود داره آقای دکتر. خب چرا شما آمریکا مثلا یه نمونه خب. یک شرکت زده شده که این کار رو انجام میده. بسیار خب، شما هنوز دان... چون خب شما با اونا تماس بگیرید ببینید
شما با اونا تماس بگیرید، رزومه تون رو بفرستید، صحبت کنید، گفتگو کنید، ببینید در همون مسیر شما رو میخوان، ای بسا اونا سخت به دنبالش کسی مثل شما میگرده. ممکنه تو آمریکا در واقع این همچین حتما احتمالش هم زیاد هست که مثلا خب اقدام کنید در واقع این کار این تیپ محاسبات، خب چون محاسبات سنگینیه و هر کسی این کارا رو مثلا الان خب خیلی بهتر داره میشه و اون موقع مثلا در 12 سال پیش که ما شروع کردیم خب باید خودمون برنامه می‌نوشتیم، خودمون مثلا علم کردیم. خب عزیزم اینا رو میدونم، ولی باورم کنین 99 درصد شنوندگان ما براشون این موضوع معنایی نداره. عرض من خیلی مشخصه، شما من میفرمایید که در امریکا یه چنین محیط و شرایطی هست، راه حلی هم که امروز وجود داره که احتیاج نیست تش بیارید، تماس میگیرید، اطلاعاتتون رو میفرستید، اونجا آدمای ساینتیستی که به دنبال یک کسی ماننده شما هستند، اگر شما رو اونگونه دیدن خودشون دعوت میکنن و از شما میخوان که بیاد، حتی قبل از اینکه بیاد شما رو استخدام میکنن و شرایطشون رو مشخص میکنن. متوجه هستم، ولی من در واقع این یک شرکته و من کار مشابهی رو دارم انجام میدم. بعد بحث اینه که من با این تیپ محاسبات مثلا یک از کارهایی که ما کردیم بحث چاله های روانی آدم ها و بحث اسکیمه های آدم هاست و این که با توجه از جواب سوال هایی که آدم ها میدن آدم میتونه بگه که آدم تو چه شرایطی تو کدوم یک از این چاله های روانی مثلا گیر کرده. من میخواستم بیام اگه این امکان باشه توی آمریکا خودم در واقع کار خودم رو انجام بدم، یعنی اینکه کارها در ساختار در واقع بیمارستان های ایرانی یا بیورلی هیلز نه مثلا آدمایی که نه در ایران ببینید عزیز، در یه جایی مانند بیورلی هیلز تو بیمارستانش خیلی پزشک هستن، ولی فرض کنین حتی 100 تا پزشکن در 15 تا تخصص مختلف، ولی کار خودشونو میکنن و اینا همونطور که خودتون گفتید به عنوان یه پزشک درگیر کار، برای اینکه کسی به شما بگه بیا وارد یه رشته‌ای بشیم، ممکنه علاقمندم باشن یا شما رو معرفی کنن، شما با سازمانی که وجود داره رو داشته باشید، ولی اینکه شما بخواید فرض کنید اینجا تش بیارید 5 تا پزشک حاضر باشن با شما همکاری کنم، اونو بسیار بعید میدونم، برای که این اشکال اون چیزیست که من بشکم توحش تخصص، یعنی به خاطر این تخصص آدم ها از هم فاصله گرفتند و کنار هم نیستن در هر زمینه. بعد شما ممکنه در رشته هایی باشن که در جهت پیشگیری باشن، در جهت چون سرطان اشاره فرمودید تو اون زمینه باشن، ولی اینا چیزیست که از طریق به هر حال ارتباط و گفتگو میشه پیداش کرد. یا فرض بفرمایید در همون رشته‌ای که شما یا زمینی که کار میکنید حتما اینجا کنفرانس ها و سمینارهایی هست، خب شما باید اونجا شرکت کنید، اونجا باید یه پیپری ارائه بدید و از این طریق جای خودتون رو باز کنید. یعنی به نظر من فقط یه جایی باید بدید که باشه، اگر چون گوشه ذهنتون این بود که شما بیاید یه دی رو در این مسیر همراه کنید اون اصلا فراموش کنید. خب چرا باید فراموش بشه؟ یعنی الان که مثلا برای که کسی دنبالش نمیاد عزیز، شما نمیدونید یه پزشکی در ماه 400 500 سالی 500 هزار دلار یه میلیون دلار میسازه، بیاد بیا بریم من میخوام دنبال یه فکری دیگه باشه، بعد تخصص تو هم نیست، کار تو هم نیست. برای همطور که اشاره فرمودید این گروه های مقدار مواظب حرفه و شغل خودشون هستن، بنابراین شما باید برید سراغ یه جایی که این هست و به اونا بپیوندی. ولی اگر این فکر رو دارید که خودتون یه همچین مؤسسه ای رو آغاز کنید با کمک یه دی ممکنه باشه. من فکر میکنم این باید بشه ولی کار یه آدم نیست. نه بایدی آخه شما ببینید من مجبورم جسارت رو بکنم، شما کاملا ابسس شدید به این کارتون. لغت باید یعنی چی؟ شما الان تصمیم میگیرید برای مثلا 100 تا پزشک یا 100 تا متخصص شما باید این کارو بکنید، کی گوش به حرفه هیچ کس میده که باید شما رو بپذیرن. شما دارید بیان روی راهی رو میکنید که به نظر اگر بخواد انجام بشه کار مجموعه است، من اصلا جسارت اینو نمیکنم. نه بنابراین خب شما باید برید سراغ مجموعه‌ای که هست عزیز، برای اینکه شما اینجا بیاد مجموعی راه بیاندازید ای بسا بعد از 3 ماه 2 نفرم پیدا نکنید که حرف بزنن یا باهاتون همکاری کنن. برای اینا مسائل بسیار بزرگی است، ای بسا میلیون ها دلار پول میخواد
جهت میخواد، آگاهی میخواد، و چون آدمایی که تو این کارن رو میتونید به این سمت و سوی که مورد نظرتونه برسونید، ولی با بقیه نه. مثلا پزشکان چه میتونن بکنن؟ پزشک کار خودشو میکنه. خب چون محدوده جدیدی هست در مجموع، بعدش هم برای هر رشته، یعنی همه رشته های پزشکی قابل استفاده است. یه نوعی برای هم بیماری های فیزیکی هم بیماری های روانی کاربرد داره و خب خیلی گسترده میتونه باشه. توی میگم که یک نمونه من هوم پیج پیدا کردم تو آمریکا که این کارو میکنه، ولی تو خب چرا با همونا تماس نمیگیری؟ تماس گرفتم، ایمیل زدم، ولی هیچ پاسخی ازشون نگرفتم. خب دیگه بنابراین حالا پاسخ که پاسخ یعنی این مسئله اینه که نمیدونم از به چه دلیل اصلا هیچ پاسخ از به ایمیل هم نگرفتم. برای همین میگم من شاید مثلا آدم حضورم باشه بیاد آمریکا، به همین دلیل اصلا گفتم میگم چه جوری. خب چرا این کارو نکنین اگر یه موثر میشناسید؟ تا اولا با یه نامه و یه ارتباط قطع امید نکنید، دو تا سه تا بفرستید با اون کسی که فکر کنین شبیه و مانند شما کار میکنه. بعدم ای کاری اینقدر مهمه، یه سفر که مسئله نیست، از اروپا به امریکا. به هر حال اون چیزی که فرمودید، من که در این باره هیچ آگاهی اطلاعی ندارم، و حالا اگر احتمالاً واکنشی از دوستان پزشک و آگاه یا متخصصین به ما گفتند، من رو خط رادیو اعلام میکنم با شما به نوعی تماس میگیرم، ولی بعید میتونم، چون متاسفانه با آنچه که داره میگذره در داخل امریکا یا در یه شهری مانند لس آنجلس بعد از 47-8 سال بودن به مقدار زیادی آگاه هم. برحال امیدوارم یه جایی رو پیدا کنید که دارن این کار میکنند، و وقتی با توجه به هوش مصنوعی که امروز هلن. من خیلی ممنون میشم. من شما تلفنم اتفاقا گذاشتم امروز صبح زنگ زده بودم با خدمت من از خانم که بسیار عالی کردم میشه با شما تماس. بسیار عالی. ولی من کار من اینه که واقعا دلم میخواد این دانشی که دارم و در اختیار من متوجه هستم به همین جد هست که نشودن. اگر شنوندگان خوب عزیز هستن که تو مطالبی که خانم دکتر بیان کردن آگاهی و آشنایی دارن یا اطلاعاتی دارن، ممنون میشم با دفتر رادیو همراه تماس بگیرن، شماره شون رو بگذارن، بعد ما این شماره رو در اختیار شما میگذاریم. ممنون میشم. با کمال میل افتخار. برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم. همچنین متشکرم. خدا نگهدار.